مرگ گل روز، ویدیوی شماره 7، وداع با روز، نگارشی از محمد نوری. روز سوم که از خواب بیدار شدم، دیدم بهرام با چشمای گریان با گل روز حرف میزنه و میگه تو هم صبرت تموم شد، تو هم امید تو از دست دادی. بعد رفت سراغ اسباباش. باورم نمیشد. لباساشو میذاشت توی چمدونش، آماده رفتن میشد. گفتم واقعا داری میری؟ من که باورم نمیشه. گفت مگه کار دیگه ای هم میتونم بکنم؟ گفتم صبر کن. گفت باز نصیحت؟ برای چی صبر کنم؟ و مشغول جمع‌آوری وسایلش. گفتم درست چی میشه؟ گفت با استادام حرف زدم، غیاباً کارمو میکنم. حاضر حالا لیسانس کامپیوتر به چه دردم میخوره؟ گفتم برنامه چیه؟ گفت همونی که سالها پدرم آرزوش بود. میرم کمکش، میشم مشاورش، با کارگرا و برزگراش سر کله میزنم. نمیدونم، شاید هم برم تو یکی از دهامون یه گوشه ای تنها زندگی کنم، به امید این که بتونم روزو هرچی به من گذشته رو فراموش کنم. گفتم تو خیلی داری مسائل سخت میگیری. اولا که هنوز هیچی نشده، بعدشم تو یکی رو دوست داری یا فکر میکنی عاشقش شدی که نشده با هم ازدواج کنی. خب یکی دیگه. گفت ای کاش به همین سادگی بود که تو میگی. عاشق نشدی، نمیدونی که عشق چه بلایی به سرت میاره. دعا کن یه عاشق نشی، یا اگه شدی به معشوقت برسی. بعد با سوز خاصی این شعر رو که فکر میکنم از خودش بود برام خوند. مرگ من و روز هم بسته به هم، گر جون طلبت به او آسان بدهم. آن روز که روز من شود پژمرده، روحم به هوا و جسم در خاک نهم. با تأسف گفتم در کنارت بودم و نشناختمت، میخورم افسوس چه آسان باختمت. هم نفس بودیم ولی از هم جدا، من تو را بی خبر از گوهر عشق پنداشتم. بهش گفتم اگه بیشتر میشناختمت نمیذاشتم به این روز بیفتی. گفت تقصیر هیچکی نیست، نه تو، نه منو، نه روز. هر کسی یه سرنوشت داره. گفتم تنها چیزی که هیچ وقت فکر نمیکردم عاشق شدن تو بود. باید اقرار کنم که تو این باور رو در من زنده کردی که هنوز هم لیلی و مجنون فراوان است، هنوز هم قلب ما را عشق سلطان است. دل است مهمان سرای آتش عشق، که این آتش حیات جسم و جان. در حالی که چشماش پر از اشک بود به سمت من اومد و سخت در آغوشم کشید.
چند بار گونه هامو بوسید و گفت به امید دیدار. گل روز و برداشت و از در بیرون رفت. من مات و مبهوت در اتاق مونده بودم. حتی قدرت حرکت کردن نداشتم که همراه او تا در خوابگاه برم. او حتی برای پایان سال تحصیلی من و دوستاشم نیومد. از اون روز سالها میگذره. بارها آرزو میکردم ای کاش از او خبری میشد. ای کاش آدرسی یا شماره تلفنی داشتم. یه روز بعد از رفتنش سعی کردم که تلفنی با او تماس بگیرم که متوجه شدم تلفنش رو قطع کرد. صدای همسرم که می گفت مرسی عزیزم، چه گلای روز قشنگی، فکر نمی کردم که سالگرد ازدواجمون یادت باشه. من به حال خودم اومدم. تازه متوجه شدم چرا دیشب اون خوابو دیدم. وقتی به گل فروشی رفته بودم بدون اینکه به فکر بهرام باشم گفتم به من گل روزی بده که هیچ وقت نمیره. گل فروش خندید و گفت گل همین 5 و 6 باشد. گفتم سعی کن خوبشو بدی. وقتی گلا رو گرفتم یاد گل کنار پنجره بهرام افتادم. آهی کشیدم و گفتم بعضی ها چه سرنوشتی دارن. چه پسر خوبی بود و چه سرنوشت بدی داشت. فردای اون روز که از کار به خونه اومدم اولین چیزی که از همسرم پرسیدم این بود که گلا رو آب دادی؟ گردی رو که از گل فروشی گرفته بودم تو گلدون ریختی؟ با تعجب نگام کرد و گفت از کی تا حالا تو اینقدر رومانتیک شدی؟ چرا اینقدر نگران این گلایی؟ گفتم راستش نمیدونم چرا یه دفعه مثل بهرام شدم. میترسم تو رو از دست بدم. این نگاهی بهم کرد و گفت راستشو بگو چی شده؟ بهش گفتم که دیشب چه خوابی دیدم. گفت خدا نکنه که ما مثل اونا بشیم. بیچاره بهرام، بیچاره روزاوش، نمیدونم چه بلایی به سرش اومده. دختری به اون خوبی چه سرنوشتی داره. باز غرق خاطرات گذشته شد. کار درسم که تموم شد کاری پیدا کردم و با یکی از دخترای فامیل دورم ازدواج کردم. عاشق هم نشده بودیم ولی با هم راحت زندگی را تا حالا گذروندیم. او از ماجرای بهرام خبر داشت. مثل یه داستان عاشقانه یه روز براش تعریف کرده بود. تا اینکه یه روز با هم رفتیم بیرون شام بخوریم. قبل از سفارش شام همسرم برای تجدید آرایشش به قول خودش رفت دست شد. من غذا رو سفارش دادم و منتظر شدم. 20 دقیقه گذشت. همسرم هنوز بر نگشته. حسابی نگران شده بود. من خیلی پیداش رنگش پریده بود. چهرش حالت عجیبی داشت. گفتم چی شده؟ حالت خوب نیست؟ میخوای بریم خونه؟ اشاره به میز کنار پنجره کرد و گفت میدونی اون دوتا خانما کیه؟ گفتم نه، از کجا بدونم؟